تو این قسمت از برنامه میزبان دو تا مهمون عزیز هستیم. آقای کوروش نوازنده سنتور و آقای رضا خواننده بسیار قهار. خوش اومدین به برنامه ما. امیدوارم که سال نو سال خیلی خوبی باشه براتون، پر از موفقیت. منم بهتون خوش آمد میگم، براتون آرزو میکنم در این سال زندگیتون همواره سرشار از نواهای خوش باشه. خیلی ممنون، سپاسگزارم. مرسی. سال نو هست و همه مهمونای ما دست پر میان. میخوام ببینم که شما برای ما چی سوغاتی یا هدیه آوردید. عرضم به حضورتون که ما هم سال نو رو به شما و تمام ایرانی‌ها تبریک میگیم. مرسی. و امیدواریم که سال خیلی خوبی در پیش داشته باشن. قطعه‌ای که برای شما به اتفاق آقای رکنی آماده کردیم در دستگاه شور هست، در آواز بیات ترک. از درآمد بیات ترک شروع میشه و نهایت هم به گوشه داد و شکسته میره و از اونجا آهنگ به گوشه حجاز در آواز ابو عطا میره و در آواز حجاز تصنیف بهار دلکش اجرا میشه که مناسبتی هم با بهار داره. ممنون. خیلی هم خوب. چند سال سنتور میزنید آقای عشیق؟ من حدوداً 30 سال. و آموزش هم میدین؟ بله، آموزش هم زمانی که ایران بودم آموزش میدادم، هم اینجا در مونترال هم مشغول آموزش هستم، هم آهنگسازی و هم تدریس تئوری موسیقی. و شما؟ قربان شما. خوانندگی رو از کی شروع کردین؟ به نظر نمیاد که شما هم 30 سال بخونین، ولی خوانندگی رو از کی شروع کردین؟ خوانندگی رو راستیاتش من از سن، فکر کنم اگه اشتباه نکنم، از 10 سالگی شروع کردم و در ابتدا با اساتید مختلفی آواز رو پیش بردم و در این حین هم با ساز سه‌تار و بس‌تار آشنا شدم. یعنی هم خوانندگی میکنید، هم سه‌تار و هم تار مینوازید؟ بله، دقیقا. من بپرسم که آموزش آوازتون تموم شده یا همچنان ادامه داره؟ به نظر من کلاً هنر انتهایی نداره و حالا اگر بخوایم بگیم برای آواز من، آیا من هنوز پر کسی میرم برای یادگیری آواز یا سه‌تار تارم؟ خب اینجا همونجور که میدونین واقعا موزیسین ها کم هستن، محدود هستن و اینکه خب ایران مهد هنره. کاری که من میکنم واقعا گوش میدم و بیشتر سعی میکنم از اساتید بزرگی که خیلی نقش بسیار مهمی داشتن در موسیقی سنتی ایران ازشون بهره ببرم، چرا که اونا میتونن یه درس خیلی خیلی خوب باشن برای من. زمانی که تا یه حدودی، تا یه حدی پیش میره موسیقی، حالا هر کی، حالا ساز باشه یا آواز باشه، از اونجا به بعد خود شخص راهشو میتونه پیدا بکنه و اینکه حالا بعد بچسبه بهش که چجوری از توش در بیاد. بله، درسته. تا بعضی وقتا نوآوری میشه توش. بله. داشت و من شخصا صدای شما خیلی دوست دارم. قربان شما باشم، لطف داریم. موفق باشید. خیلی ممنون، سلامت باشید. Yeah.
عزیز من یار باد بهار آمد و باد بهار آمد و آورد بوی تو شد تازه باز در دل من شد تازه باز در دل من آرزوی تو چون غنچه ای که باز شود در سپید دم یارم مان گردد شکفته گردد شکفته این دل خونین به روی تو ای مرغ شب ای مرغ شب به داغ که سوزی که درد اون خون می کند فغان تو را در گلوی تو Yo
امان دار.